من جان ناقابلی دارم. میخواهد حکومت رو قبضه کند و از سر راه بردارد، بدون مزاحم و مانعی برنامه خود رو به اجرا بگذارد. نقشه دشمن رو بفهمید، درست مثل جنگ نظامی. آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن. این آقای ابوالحسن از این منافقین تبری کن. 12,900,619 رای مخصوص آقای رجایی است. وارد بحث کابینه شد. یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی. و دو انفجار، یکی انفجار در حزب جمهوری اسلامی و یکی هم انفجار در نخست وزیری، اینها در دادگستری به بایگانی سپرده شدن آقای خمینی. اینها رو فرا خوند و بعد از اینکه سخنها رو شنید رو پرونده رو بخوانید. والا حضرت حجت الاسلام خامنه ای 95% آرا رو به خودشون اختصاص میدن. جنگ نظامی اینجوریست، باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در اون مطرح میشه. وارد دوره جدیدی از مسئولیت‌های اجرایی میشیم. من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. کی به شما صلاحیت داد؟ کی به شما اجازه میداد که یه جای قضاوت کنی؟ هاشمی رو توی مجموعه کوش که همون استخر کوش سرشو زیر آب میکنن. مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. من واقعا دریغم میاد که اسم خاتمی عزیزمون رو اونجوری که غربی ها مطرح کردن مطرح کنم. ای کاش آقای دکتر موئین نبود که من این حرف رو میخوام بزنم. الان در دانشگاه‌های کشور ترویج موسیقی میشه، نباید بشه. من منظور مبنوع البیان یعنی این که براش تو دانشگاه کنفرانس نذارن، همایش نذارن. کسی که از عناصر کلیدی فتنه بوده او رو بر ندارن دوباره ببرن اینجا بگن سخنرانی میکن. از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. امروز رهبر ایران گفت مسئولان پیشین و فعلی که همه امکانات کشور را در اختیار داشته اند و دارند حق ندارند علیه کشور حرف بزنند. یعنی چی حق رهبری؟ حق با رهبری هست جانم. یعنی چی حق با رهبری؟ تو کجا؟ تو صحبتاش برای کشور. اگر رهبری یه موقعی نظری گفت شما نظر دیگه داشتی باید بمیری؟ نه. کیا میگه ما میخوایم استعفا بدیم؟ احتمالا رقباتون دارن مطرح میکنن. حالا به هر حال ببینید، نمایندگان مجلس گزارش استنکاف رئیس جمهور از اجرای قوانین رو برای بررسی قضایی به قوه قضاییه ارسال کردن. ممکنه یک دورانی در آینده بیاد که انتخابات بی‌معنی بشه، شکل‌های دیگری به وجود بیاد برای حضور مردم و اظهار نظر مردم. امروز انتخابات